سلام بچه ها، سعید محسن زاده هستم، در خدمت شما هستیم با سری جدید از کلاس های آنلاین. با تشکر از مجموعه قلمچی و سایت کانون که دوباره این فرصت رو من پیدا کردم که کنار شما باشم. انشالله امسال پرقدرت تر از پارسال تا آخر سال با هم هستیم و تا جایی که بتونیم مباحث رو با هم پیش میبریم و هر آنچه که در کلاس های حضوری میگم برای شما که در هر نقطه از ایران عزیز هستید اینجا هم آنلاین بهتون خواهم گفت. اگه اینجا هستم ممنونم از دوست عزیزی که پارسال انرژی مثبت تو کامنت ها به من داد. بعد از اون اتفاق تلخی که در سلاس بابا جانی اتفاق افتاد، کامنت بسیار پرمحبتی رو داشتم و انرژی مثبت شماست که من امروز اینجا هستم. خب بریم انشالله با انرژی مثبت بیشتر امسال رو شروع کنیم و فصل یکه دوازدهم رو ببینیم دنیا دست کیه. آلاینده ها. خب یه خورده توی این مباحثی که شروع میکنیم بچه ها، من سعی میکنم روی تدریسم نقطه به نقطه و صفحه به صفحه کتاب رو بررسی کنیم، تست بزنیم، اما جاهایی که قرار دوره کنیم با هم حالا در انتهای نیم سال اول، اونجا رو سعی میکنم براتون تست های بیشتری رو حل کنم. تخت گاز بریم، کاغذ قلم ها پیشتون باشه، بنویسید نکاتی که میگم. مباحث رو در واقع درسنامه ها از کتاب آبی انتخاب کردم، سوال ها سوال های کنکور 98 و سوال های آزمون کانون و کتاب آبی. بریم شروع کنیم با هم که وقت کم و زمان پر ارزش. آلاینده ها جز اولین چیزهای مهمی که اینجا گفته. من اون اوایل کتابو خیلی باهاش کاری ندارم بچه ها، چون احساس میکنم در این تایمی که دارم میتونیم مباحث بهتری رو با هم کار کنیم، اون امید به زندگی و این داستانا. اما آلاینده ها چی ان؟ آلاینده ها موادی هستن که بیشتر از مقدار طبیعی در محیط ماده یا یک جسم وجود دارن. یه عدد داره، یه سایتی وجود داره که یه سری اعداد داره، یه در واقع سیستم جهانی وجود داره. اگه از یه نرمی بیشتر باشه آلاینده ها، یه سری از مواد که تو طبیعت هستن به عنوان آلاینده شناخته میشن. مثلا توی شهرهای بزرگ ما یه سری تابلو داریم آلاینده های هوا رو زده، میگه ببین از اینجا رد بشه میشه مرز هشدار، و تمام مواد در محیط زیست ما یه همچین شاخصی براشون وجود داره. نمونه هایی از آلاینده ها میتونیم در واقع گل و لای و گرد و غبار و لکه های چربی رو راجبش صحبت کنیم. چرا راجب آلاینده ها صحبت کردیم؟ چون دنیای شیمی با تولید شوینده ها در واقع ما رو از شر آلاینده ها نجات داد و جلوی بسیاری از بیماری ها رو گرفت. اما بریم شروع کنیم ببینیم چی میشه که چیزی توی چیزی حل میشه، نه؟ در واقع علت انحلال چیه؟ ببینید بچه ها، ما در انحلال دو فاکتور اصلی داریم، یکی حل شونده و یکی آفرین حلال. حالا بین حل شونده ها بین خودشون یک جاذبه بین ذراتشون وجود داره، بین حلال و ذرات اون هم یک جاذبه وجود داره، درسته؟ زمانی یک ماده در ماده دیگه حل میشه که پیوند جدید از پیوند قبلی چی باشه؟ قوی تر باشه. یعنی اگر میانگین جاذبه بین مولکول ها در حلال و حل شونده این جدیده قوی تر از جاذبه بین مولکول های حلال با حلال و حل شونده با حل شونده باشه، یه چیزی توی چیزی حل میشه. به خاطر همین ما میگیم شبیه شبیه را در خود حل میکند، کبوتر با کبوتر، باز با باز. چرا شبیه با شبیه؟ چون مثلا حلال ناقطبی مثل هگزان زورش به اناسیل یونی نمیرسه، درست شد؟ اناسیل باید در یک حلال قطبی حل بشه، چرا که پیوند جدید حل شونده و حلال در اون قوی تر از میانگینش دیگه، قوی تر از جاذبه های حلال حلال و حل شونده حل شونده است، چون طبیعت کلن داره میره به سمت کمال و چیزهای بهتر. خب بریم راجع به دو تا حلال معروف که کتابتون صحبت کرده ما هم یه کوچولو حرف بزنیم، آب و هگزان. آب حلال قطبیه بچه ها، مهمترین حلال صنعتیه، یه حلال قطبیه، گشتاور دو قطبیش بزرگتر از صفر از سالهای پیش. به یاد دارید که ترکیبات قطبی ترکیباتی هستن که گشتاور دو قطبیشون بزرگتر از صفره. این که یک ترکیب قطبیه یعنی چی؟ ببین ما مثلا میگیم فوتبال دو قطبی اسپانیا، رئال بارسا، درست شد؟ وقتی میگیم دو قطبی یعنی دو تا چیز کاملا متضاد هم. وقتی میگیم ترکیب دو قطبی یعنی مولکولی که یک سر مثبت داره و یک سر منفی. خب آب رو اگر بخوایم بکشیم ساختارش رو بکشیم با هم بررسی کنیم ساختار الکترون نقطه ایشو، بچه ها سر اکسیژن سر منفی آبه و سر هیدروژن اونجایی که هیدروژن ها قرار دارن سر مثبت آبه.
این هم از این حلال مناسبی برای بسیاری از مواد قطبی و ترکیبات یونی شبیه رو در خود حل میکند. حلال قطبی مناسب برای حل شونده های قطبی و یونیه. پس یونی و قطبی در حلال قطبی حل میشه و ناقطبی در حلال های ناقطبی. بریم راجع به هگزان صحبت کنیم. هگزان به نمایندگی از ترکیبات ناقطبی در کتاب شما اومده. هگزان آلکان 6 کربن است. فرمول عمومی آلکان ها CnH2n به اضافه 2 بود. پس 6 میذاریم توی فرمولش میشه C6H14. حلالی ناقطبیه، پس گشتاور دو قطبیش تقریبا صفره. حلال مناسبی برای مواد ناقطبیه و به عنوان رقیق کننده در رنگ ها هم استفاده میشه. همون تینر خودمونه که توی رنگ رزی استفاده میشه. اینجا هم یه اشتباه تایپی دارم من، حلال نیست، حلاله. و بریم سراغ بعدی. پس هگزان یه حلال ناقطبیه و آب یه حلال قطبیه. حالا بریم بررسی کنیم چه چیزایی تو آب حل میشن و چه چیزهایی در هگزان. همون جدول صفحه 4-5 کتابتونه که خیلی هم معروف و پر نکته و پر تسته. بیاید راجع به عسل صحبت کنیم. نه درود بر سبلان، اونایی که نزدیک سبلان زندگی میکنن، عسل بسیار فوق‌العاده دارن، خانساری های عزیز. عسل بچه ها گروه هیدروکسیل زیاد داره، اوهاش زیاد داره، یعنی سر قطبیش بر ناقطبیش غلبه میکنه. وقتی سر قطبیش بر ناقطبیش غلبه میکنه، پس در آب حل میشه. پس اگر عسلی مسلی شدید دستتون رو با چی بشورید؟ با آب. کلن شیرینی ها مثل قند و این داستان ها هم حلال مناسب براشون آبه، چون سرهای قطبیشون بیشتره. پس عسل به خاطر داشتن گروه های هیدروکسیل قطبیه، میتونه با آب پیوند هیدروژنی برقرار کنه و تو آب خیلی خوب حل میشه. بریم راجع به اتیلن گلیکول حرف بزنیم. ماده بسیار پرکاربرد در کنکور سراسری، اگه دقت کنید توی هر 3 سال کتاباتون هست. اتیلن گلیکول یا 1-2 اتان دیول یا ضد یخ، هر سه تا اسمو یاد بگیرید، با فرمول C2H6O2. منو بچه‌هام اتیلن گلیکول رو چه جوری حفظ می‌کنیم؟ بهشون میگم ببین، بگو دو تا کربن دو تا اوهاش، تو هم بگو دو تا کربن دو تا اوهاش. پس دو تا کربن دو تا اوهاش میشه اتیلن گلیکول. یادت باشه هر کربن باید 4 تا پیوند داشته باشه، دو تا دو تای دیگه شو هیدروژن اضافه کن. پس دو تا کربن دو تا اوهاش میشه اتیلن گلیکول یا ضد یخ یا 1-2 اتان دیول. حالا تکلیف ما با این ترکیبات چیه؟ ببینیم بچه‌ها، ما ترکیباتی رو داریم که هم سرهای قطبی دارن هم سرهای ناقطبی، در واقع مثل اتیلن گلیکول دو تا سر قطبی داره. اکسیژن رو هر جا دیدی با چیزی که بغلش چسبیده بود سر قطبیه. اما کربن و هیدروژن، یا به عبارت دیگه اینجوری بهت بگم، هر ترکیبی که فقط کربن و هیدروژن داشت به هر شکلی که بود ناقطبیه. خب حالا تکلیف ما با اینا چیه؟ مثل اتیلن گلیکول که هم قطبی داره هم ناقطبی داره، مثل عسل حتی که ساختارش رو تو اون آیا میدانید کتابتون آورده، ما اینجا میایم بررسی میکنیم که کدوم سربران سر غلبه میکند. یه نکته بهت بگم، غیر علمیه میدونم، اوکی، ولی جواب میده تو کنکور. هر سر قطبی تا 5 تا کربن رو جواب میده، 6 تا شد دیگه جواب نمیده. مثل اون حکایت معروفه که پهلوانی 10 نفر رو حریف بود، 11 نفر بهش حمله کردن کشتنش، اوکی. اینم تا 5 تا کربن جواب میده. حالا تو اتیلن گلیکول تو دو تا سر قطبی داری، دو تا او داری و دو تا کربن، پس قطعا سر قطبی غلبه میکنه و اتیلن گلیکول در آب حل میشه. فرمولش رو یاد بگیر، C2H6O2. یادت باشه اینا گروه هیدروکسیلن، هیدروکسیل گروه عاملی الکل هاست، پس اتیلن گلیکول در واقع دو تا گروه عاملی الکلی داره، میتونه سوال بده الکلی با دو گروه عاملی. یادت باشه تو آب خیلی خوب حل میشه. یادت باشه تو آب مولکولی حل میشه، یعنی به یون تبدیل نمیشه، پس غیر الکترولیته، اوکی؟ این هم از جنبندی اتیلن گلیکول. یه چیز دیگه همه رو میخوام بهت بگم دیگه، چند تا زوج پیوندی داره، چند تا زوج ناپیوندی. ببین منو اینجا مگه OH نداریم؟ خب توی ترکیباتی که گوش کن کربن هیدروژن اکسیژن داری، چی داری؟ کربن هیدروژن اکسیژن، بقیه رو ولش کن، بقیه استثناست. به ازای هر اکسیژنی که داری دو جفت الکترون چی داری؟ ناپیوندی داری. پس اگه ازت پرسیدن در اتیلن گلیکول چند جفت الکترون ناپیوندی داریم، اینان چند تا؟ 4 جفت یا 8 عدد. خب فکر کنم اتیلن گلیکول رو بستیم. به عنوان ضد یخ هم استفاده میشه، تو آب خوب حل میشه، مولکولی حل میشه، غیر الکترولیت همه رو گفتیم. بریم سراغ اوره. اوره چه شکلیه؟ CONH2 دو مرتبه. بیا ساختار لوئیس یا الکترون نقطه ایشو با من رسم کن. این شکلیه بچه ها اوره، میبینین؟ CONH2
دو مرتبه زوجهای ناپیوندی رو دریاب تست سخت بخواد بده رو اینا فوکوس میکنه طراح. اورا هم میتونه با آب پیوند هیدروژنی برقرار کنه. اونایی که پیوند هیدروژنی یادشون رفته، هر جا چه متصل به FON دیدی، در هر ترکیبی در هر ماده اچ متصل به فون دیدی FON، اینا میتونن پیوند هیدروژنی برقرار کنن. من اینجا اچ متصل به N میبینم، میتونه با آب که اچ متصل به O داره پیوند چی برقرار کنه؟ هیدروژنی. حالا بچه ها سر قطبی گفتم O دیدی قطبی بگی بره دیگه، نه؟ پس این هم تو آب حل میشه، یه دونه کربن داره، خیلی خوب تو آب حل میشه. در حلالای ناقطبی مثل هگزان حل نمیشه. چرا؟ شبیه را در خود حل میکنن. دیگه راجب اوره، چند جفت پیوندی داره، چند جفت ناپیوندی؟ بیا با من به این خط ها میگن الکترون پیوندی. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 جفت الکترون پیوندی داره. ناپیوندی هاش چند تاست؟ این نقطه ها ناپیوندیه. 1 2 3 و 4 جفت الکترون ناپیوندی داره. اینا رو هم یادت باشه، ساختارش هم که کشیدم و سلام. نمک خوراکی رو اگه نمیشناسی همین الان بلند شو با سر برو تو شیشه NaCl، یه ترکیب یونیه. وقتی ترکیب یونیه پس تو آب خوب حل میشه. یادت باشه یونی و قطبی در حلال قطبی تو هگزان حل نمیشه. چرا؟ چون زورش نمیرسه هگزان حلش کنه. نیروی جاذبه یون دو قطبی وجود داره. یعنی چی؟ یون NaCl ترکیب یونی یون داره، آبم قطبیه، یون دو قطبی، جاذبه بینشون یون دو قطبیه. جاذبه بین اتیلن گلیکول و اوره با آب چی بود؟ هیدروژنی بود، یادت باشه. بچه ها میتونیم بگیم یون دو قطبی قوی تر از در واقع هیدروژنیه؟ آره میتونیم بگیم. چرا؟ چون NaCl تو آب حل میشه. وقتی پس برای بار چندم یه چیزی توی چیزی حل میشه، حتماً در واقع انرژی هاش بیشتره، انرژی جدیده بیشتره. خب وازلین C25H52 فرمولشه و بنزین C8H18. همین الان ببندم برات، هر ترکیبی که فقط کربن و هیدروژن داشت، گفتم هر شکلی باشه ناقطبیه، پس وازلین و بنزین ناقطبیان، پس تو آب حل نمیشن و حلال مناسب برای اونها هگزان یا همون تینره. خب اینم گفتم. در روغن زیتون فرمولش C57H104O6 بخش ناقطبی بر بخش قطبی غلبه میکند، بنابراین روغن زیتون تو آب حل نمیشه. چه جوری گفتیم؟ آقا O6 تا 57 تا کربن داره، گفتم هر اکسیژن 5 تا، نه 6 5 تا 30 تا بیشتر داره، پس سر ناقطبی بر قطبی غلبه میکنه و روغن زیتون تو آب حل نمیشه. عزیز دلم از پایه چیزی بهت بگم، الان ذهنم ورق خورد. C57H104O6 شد روغن زیتون. چربی کوهان شطور شبیه اینها اون C57H110O6ه. همین الان یادداشت کن، کنار همین حفظ کن که اشتباه نکنی. پس C57H110O6 چربی کوهان شطور میشه که قاعدتا اونم تو آب حل نمیشه دیگه، نه؟ خب دیگه چند نکته برای تشخیص ترکیبات یونی از کووالانس. اینو گوش کن، دارم اضافه جزئی قشنگ خودم بهت میگم. مگه من بهت نگفتم یونی و قطبی در حلال قطبی حل میشه و ناقطبی در حلال ناقطبی؟ دانش آموز دو تا راه بیشتر نداره، یا اینایی که تو الان گفتم رو حفظ کنه، یه خورده بپیچونیم سوالو میفته تو هچل، یا اینکه یاد بگیره تشخیص بده که این ترکیب یونیه، پس چون یونیه در آب حل میشه. البته بهتره بگیم اغلب، چون ترکیبات یونی داریم که در آب حل نمیشن و رسوب میدن. اوکی، حالا چجوری تشخیص بدیم ترکیب یونیه یا کووالانسی؟ ببین منو، ما سه دسته پیوند بین اتمی داریم، یا یونیه یا کووالانسی یا فلزی. فصل 4-12 عمری باقی بود من زنده بودم اینجا بود بهت میگم. فعلا فلزی رو بیخیال شو، پیوند کووالانسی و یونی رو بتونیم تشخیص بدیم، تمیز بدیم که اینا چیه. هر جا عناصر گروه 1 و 2 رو دیدی، منظور از هر جا هر ترکیبیه به جز H و B، سری بگو یونیه. اصلا مهم نیست بغلش چیه، NaCl یونیه، گروه 1 گرفتی. 8 تا گروه اولو حفظ کن، اصلی رو اول نه. بعد KNO3 K داره یونیه، CaCl2 یونیه، چشم بسته بزن بره. Be و Bo هر جا دیدی کووالانسیه، این دوتا نمیتونن یون تشکیل بدن. اوکی، هر جا دیدی بگو کووالانسیان. اما آلومینیوم با OFDD و ترکیبات اکسیژن داری مثل نیترات و فسفات و سولفات و این داستانا یونیه، بقیه موارد کووالانسیان.
آقا اینا چیه داری به ما یاد میدی؟ ببین منو، به تو چی گفتن؟ میگم فلز نافلز یونی، اینو خوندی دیگه نه؟ و نافلز نافلز کووالانسی. خیلی جاها عزیزم این جواب نمیده. الان من بهت میگم، الان با این تعریفی که تو بلدی ALCL3 چی میشه؟ میگی آلومینیوم فلز کلور نافلز یونیه. غلطه. آلومینیوم با O و F و ترکیبات اکسیژندار یونیه. در سایر موارد که ایشون هم جزش میشه که یه فلز با یه نافلزه میشه کووالانسی. درست شد؟ این از این. در هر ترکیبی که این آمونیوم خوشگله رو دیدی اناش 4 مثبت، سریع میگی ترکیب یونیه. H گفتم اینجا به جز H، برای H نکته داریم. اگر H کنار گروه یک و دو نشست، ترکیب ترکیب چیه؟ یونیه. دوباره به جز خودش و Be. ولی سایر موارد ترکیب ترکیبی کووالانسیه. ترکیبات کربن و سیلیسیوم بچه ها، اینا هم در واقع کووالانسی هستن. یاد بگیرید تنها ترکیب یونی که از کربن وجود داره کلسیوم کاربیده و یک یون C2 دو منفی. اما کتابتون در فصل 4 به شما میگه که کربن هیچ یون تک اتمی ازش وجود نداره. کاملا درسته. اینجا این یون کاربید هم یون چند اتمیه. پس کربن و سیلیسیوم هر جا دیدی داره شما بگو چیه؟ کووالانسیه. اغلب از ترکیب یک فلز با یک نافلز بگو باریکلا. این اغلب دیگه، این همه من برات استثنا گفتم که خوشگل یاد بگیری. اغلب ترکیب یک فلز با یک نافلز ترکیب یونیه و ترکیب دو نافلز کووالانسیه. خب بریم بعدی. چند نکته برای تشخیص ترکیبات قطبی و ناقطبی. ببین من یه توضیح اینجا بدم بهت که ماجرا از چه قراره به طور کلی. خب ببین، اگر دوتا اتم مثل سدیم و کلور یکیشون بیاد الکترونش رو از دست بده بشه انای مثبت، اون یکی الکترون بگیره بشه سیل منفی، این پیوند رو بهش میگیم یونی. بین دوتا یون مثبت و منفیه، اشتراکی بینشون نمیبینی نه؟ اما اگر یه همچین ترکیبی داشته باشیم HCl، ببین اشتراک بینشون هست اینجاها اینجاها اینجاها، پس پیوند کووالانسیه. شیرینگ اشتراک، اوکی؟ و کووالانسیه. حالا یه طرف زورش بیشتره، کلوره بیشتر کشیده سمت خودش الکترون ها رو و بارش منفی همیشه، و یه طرف همیشه مثبته. این برو مثبت، اون برو منفی. بر چه اساسی؟ خصلت نافلزی یا الکترون نگاتیوی حذف شده یا زور؟ و اینجا ما دو قطبی های دائمی داریم. به این ترکیب میگن قطبی. اصلا مفهومش رو یاد بگیر. و اگر دو تا اتم داشتیم که زورشون یکی بود، یعنی خیلی نمیتونیم بگیم این اچ میکشه یا اون اچ، معنی نداره. ما اینجا دو قطبی های لحظه‌ای داریم یا دو قطبی های القایی داریم و این ترکیب ناقطبیه. نمیتونم بگم در H2 این طرف منفی اونور مثبته. پس اگر یون داشتیم، یعنی اشتراک نداشتیم، یونیه. گفتم بهت چجوری تشخیص بدی از کووالانسی. حالا اگر کووالانسی بود، یا قطبی یا ناقطبی، قطبی ها دو قطبی دائمی دارن و در واقع ناقطبی ها دو قطبی لحظه ای دارند. خب بریم حالا نحوه تشخیصش رو با هم بررسی کنیم. هر جا دو اتمی جور هسته ایدی عزیز دلم، این اینجور یاد بگیر، این جای دیگه به دردت میخوره، فصل 4-12 و جاهای دیگه. چرا داریم اینا رو یاد میگیریم؟ یه بار دیگه بگم چی دارم بهت هدیه میدم. ببین کتاب میگه ترکیبات قطبی در حلال قطبی حل میشن. خب تو یا باید همه قطبی های جهان رو حفظ کنی، یا شاکیلیت بهت بدم تشخیص بدی که این قطبیه یا ناقطبی. بریم روی نکته هامون. هر جا دو اتمی جور هسته دیدی ناقطبیه. دو اتمی جور هسته یعنی چی؟ Cl2 دو تا اتم یه جور چیه؟ ناقطبیه. H2 Cl2 F2 N2 O2 اینا همشون چی ان؟ ناقطبی ان، چون زوراشون یکیه، چون ساختارشون متقارن، نگشتاورشون هم صفر. ببین همه جا به دردت میخوره. فقط یه چیزی بهت بگم، درست دو اتمی نیست، اما اوزون جور هسته قطبیه ها. اینو حواست باشه، یه گوشه دفتر قشنگت یادداشت کن، بگو محسن زاده گفت. ترکیب دو اتمی ناجور هسته قطبیه. بچه‌ها دو اتمی ناجور هسته یعنی دو تا اتم عین هم نباشه، ناجور باشه، میشه چی؟ قطبی. مثل HCl، مثل HBr، مثل HI. آقا یه سوال، یه ذره اذیتتون کنم. یه ترکیب داریم مثلا Ka، این قطبیه یا ناقطبی؟ اونایی که ساده انتفلکی ها میگه داداش خودت گفتی دو اتمی ناجور قطبیه، پس این قطبیه، گند زدن، اشتباس. اونایی که ادای بچه زرنگ ها رو در میارن
میگن خب الان اینو گفته دو اتمی ناجور هسته قطبیه، پس اینجا هم دو اتمی ناجور هسته است، ولی چون اینجوری میگه پس ناقطبیه. نه اینا هم اشتباه میکنن. پس داستان چیه؟ حواست به یه نکته باشه. کائی من بهت گفتم فلز گروه یک رو هر جا دیدی یک و دو به جز اچ و بی بگو یونیه. کائی یونیه، و وقتی ترکیب یونیه دیگه قطبی و ناقطبی براش معنی نداره. پس این که بهت میگم دو اتمی ناجور هسته قطبیه به شرط اینکه کووالانسی باشه، یونی که نسخهش پیچیده است، اصلا یه چیز دیگه است یونیه. خب سه، اگر اتم مرکزی در ساختار الکترون نقطه‌ای زوج چی داشته باشه؟ ناپیوندی داشته باشه. هاش دو رو ببین چرا بهش میگیم قطبیه. اتم مرکزی زوج ناپیوندی داره. عزیز دلم اتم مرکزی با بغلی مغلی ها کاری نداریم. پس اتم مرکزی در ساختار الکترون نقطه‌ای زوج ناپیوندی داشت، چشپسته بگو چی هم؟ قطبی هم. حالا اگر اتم مرکزی زوج ناپیوندی نداشت، من این بالا رو لازم دارم پاکشون کنم. اگر اتم مرکزی زوج ناپیوندی نداشت، ماجرا از چه قراری بچه‌ها؟ اگر زوج ناپیوندی نداشت، دو تا حالت داریم. یک، اتم مرکزی ترکیبات تابلو رو میکشم که قشنگ یاد بگیری. اتم مرکزی زوج نداره، من با این زوجهای ناپیوندی جانبی ها کاری ندارم. وقتی اتم مرکزی زوج ناپیوندی نداره، دو تا اتفاق میفته. یا گروه‌های متصل به مرکزی یکی‌اند که ترکیب میشه ناقطبی، یا گروه های متصل به اتم مرکزی یکی نیستن. بیاید راجع به متان حرف بزنیم. متان اتم مرکزی زوج ناپیوندی نداره، گروه های متصل یکی هن، پس ناقطبیه. اما اگر این هیدروژن رو حذف کنم و Cl اینجا بنشونم، اوکی؟ اینجا Cl بنشونم، دیگه گروه های متصل به اتم مرکزی یکی نیست و ترکیب ترکیب قطبیه. پس یه بار دیگه جمع‌بندی کنیم. بیا بالا گوشا، بالا چشا اینجا. اگر اتم مرکزی زوج ناپیوندی داشت، ترکیب قطبیه، تمام. اگر اتم مرکزی زوج ناپیوندی نداشت، دو تا اتفاق میفته. یا گروه های متصل به مرکزی یک جورن، ناقطبی میشه، یا گروه های متصل به اتم مرکزی یک جور نیستن و قطبی میشه. یه مثال معروف دیگه، میتونیم CO2 رو این O رو ورداریم، جاش S بذاریم، دیگه این ترکیب ترکیب ناقطبی نیست، چون درست زوج نداره ولی گروه های متصل یکی نیستن و ترکیب تبدیل میشه به ترکیب قطبی. از سال پیش اگر گشت آورد قطبی ترکیب صفر بود، ممکن اینجوری بهت بگه ناقطبیه، و در غیر این صورت، یعنی اگه صفر نبود قطبیه، و ممکنه اینجوری متنی بهت بگه در میدان جهتگیری میکنن ترکیبات قطبی، اما ناقطبی ها در میدان جهتگیری نمیکنن. ترکیباتی که در ساختار آنها آخریش فقط کربن و هیدروژن داره به ای نحوه به هر شکلی بود ناقطبیه. خب بریم بعدی. بریم راجع به چربی ها و اسید های چرب صحبت کنیم. یه خورده من دارم از این چربی ها و اسید های چرب اضافی. البته چربی ها چی هن؟ چربی ها مخلوطی از اسید های چرب و استرهای بلند زنجیر با جرم مولی زیادن. خب بریم ببینیم یعنی چی این حرف ها. یه دوره‌ای کنیم، یه یاداوری بکنیم، راجع به اسیدهای عالی صحبت کنیم و استرها صحبت کنیم، بعد بگیم خب چربی چیه. عزیزان دل، کربوکسیلیک اسیدها یا اسیدهای عالی ترکیباتی هستند که گروه عاملیشون چیه؟ کربوکسیله. کربوکسیل اینه COOH. من و بچه‌هام بهش میگیم کوه. شما هم این بعد بگید کوه. شما هم دیگه دانش آموزای من هستید. پس اگر کوه دیدی، کوه دیدی، این کربوکسیل دیدی، گروه عاملی چی؟ اسیدهای عالیه. اسیدهای ضعیفی هستند و شیوه نامگذاریشون، فرمت نامگذاریشون بر وزن آلکانویک اسیده. چی؟ آلکانویک اسید. امروزت با دیروزت قطعا فرق خواهد کرد. ببین چه چیزهای خوشگل یاد گرفتی. آلکانویک اسید، اوکی؟ حالا این آلکانویک اسیدها چی هن؟ اسیدهای ضعیفن. خیلی هاشونو میخوریم، نه خوراکی هن. چجوری نامگذاریشون میکنن؟ ببین الان اینو نگاه کنید بچه ها، یک کربوکسیلیک اسید چون کوه داره، دیدمش، گروه عاملی ویژگی بارز یک ترکیبه. ها من و تو با هم میریم ده، میگم این بوزه کدومه؟ میگه اون که شاخ داره بوزه، شاخو میبینی میگه بوزه، تو اون حالا گوسفندا و اینا، یک المان، یک ویژگی بارز. الانم یک ویژگی بارز رو دیدم اینجا، کربوکسیل. پس این اسید عالیه، کربوکسیلیک اسیده. حالا چند تا کربن داره؟ یه دونه.
میدونم که انشالله همه تون ده تا آلکان اول رو حفظید، متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، اگزان، اپتان، اکتان، اونان، دکان، بلد نیستی بلندشو برو تو شیشه. خب الان من با یک کربوکسیلیک اسیدی طرفم کوه داره که یک کربن داره، وزن آلکانش میشه متان، همون متانو بیار تو این وزن نامگذاری، متان متانویک اسید، خیلی منطقیه شیمیالی، میبینی متان متانویک اسید. پس این ترکیب قشنگمون اسمش متانویک اسید، ساده ترین اسید عالیه. عزیزم یه چیز دیگه یاد باشه، اولین بار 2 کیلو مورچه ریختن تو قابلمه جوشوندن اینو به دست آوردن، فرمیک اسید یا جوهر مورچه اسم دیگه متانویک اسیده. بچه های من برای اینکه اشتباه نکنن، شما هم بچه های منید از امروز به بعد، من بهشون یه چیزی میگم، میگم عزیزم اسم قدیمیه رو فرمیک اسید و فرمیک از فرمیکا آمده، فرمیکا در زبان لاتین به معنی مورچه است، اونو ارجاع بده به اسم منطقی و آیوپاکش. یعنی چی؟ نگو متانویک اسید فرمیک اسیده، فهمیدی؟ چی بگو؟ بگو فرمیک اسید یا جوهر مورچه همون متانویک اسیده. ذهنتو درست طبقه بندی کن. چرا؟ چون متانویک اسید قاعده داره، زمانی که میگی متانویک اسید فرمت اسمت نشون میده که یک اسید عالیه و متانش یعنی یک کربن، یعنی اسید یک کربنه، میکشیش. حالا اتانویک اسید چی میشه؟ میشه اتانویک اسید، اتانویک اسید بر وزن آلکانویک اسیده، پس یک اسید عالیه دوتا کربن داره، میکشیش. چجوری میکشیش؟ فرض میکنید نمیبینید، خب من این بالا بکشمش، نگاه کنیم بچه ها، فرض کنید رو نمیبینید، میگه اتانویک اسید دوتا کربن داره و یک کوه، تموم شد کشیدیش، فقط هر کربن 4 تا پیوند، یه 3 تا H میذارم اینجا که درست شه. یه زمانی از فرمولشو میخوای، فرمول عمومی اسیدهای عالی رو هم بلد باشید، CnH2nO2 حفظش کن، CnH2nO2. دانش آموز من فرمولشو خواست گفت اتانویک اسید، میگه ببین اتانویک اسید دوتا کربن داره، دو رو میندازم این تو میشه C2H4O2، بشمار اینجا ببین همون هست یا نه. اما اتانویک اسید اسمهای دیگه هم داره، اسم دیگرش استیک اسید یا جوهر سرکه است. پس ساده ترینش شد فرمیک اسید و دومی شد اتانویک اسید. جوهر چی بود؟ مورچه بود دیگه. نه از این به بعد به جای اینکه بگیم شما خونتون مورچه داره، میگید شما خونتون فرمیک اسید داره یا نداره، میگید نه نداره، ولی قطعا تو خونه شما استیک اسید هست. استیک اسید همون اتانویک اسید قدیمی رو به جدید ارجاع میدیم، یا جوهر سرکه، عامل ترش بودن سرکه. اسم یکی قشنگمون چیه؟ 3 تا کربن داره، پروپان، میاریش تو وزن آلکانویک اسید چون کوه داره، پروپانویک اسید. یاد گرفتیم، یه دوره کردیم از شیمی عالی که خیلی مهمه تو کنکور. حالا اسیدهای چرب چیان؟ چرب چیان؟ اگر تعداد کربن زنجیره ما زیاد باشه، اسید عالیمون اسید چربه. پس الان وقتی میگن اسید چرب، هر کلمه یک بار معنایی داره، یاد گرفتی. میگه اسید کوه داره COOH و چربه یعنی آره بلند، یعنی تعداد کربن بالا، مثل همین مثالی که من برای شما آوردم. خب فکر کنم همه نکات اسیدهای چرب رو گفتم، فقط یه چیزی هم اینجا بهتون بگم تو یادم نرفته بچه ها، اچ متصل به او فقط اسیدیه، بقیه اچ هایی که به کربن وصلن اصلا اسیدی نیستن، یعنی رها نمیشن در آب به صورت هاش مثبت. بریم راجع به استرها صحبت کنیم. استرها، خوشبوهای ما، خوش عطرهای ما، بوی سیب و بوی انگور و موز و همه اینا استر بودن اگه یادتون باشه، یه کوچولو اینجا صحبت کنیم. استرها مثل اسیدهای عالی فرمولشون CnH2NO2، پس استر و اسید هم کربن با هم ایزومرند، اوکی؟ حالا گروه عاملی استرها چیه؟ اینه، بهش میگن استری، اسم خاصی نداره. حالا من و بچه هم برای اینکه حفظش کنیم به اینا میگیم کورن، کور. نگاه کنیم بچه ها، COOR اینه دیگه، نه Like a blind man، اوکی؟ مثل چی؟ Like a blind man، کور. پس کور میشه استر، COOH کوه میشد اسید، کور میشه استر. حالا استرها رو چجوری نامگذاری میکنن؟ فرمولش رو گفتیم، وزنش هم بهتون بگم. اینجا رو ببینید، ما یه آر اینجا داریم، یه آر پریم هم اینجا داریم، یه برعکس آر اینجا آر پریم، فرق نمیکنه. راستی آر که میدونید چیه دیگه، نه؟ آرها گروه عاملی آلکیلی هستند، آلکیل. آلکیل ها CnH2N منهای
یک هستن، سی ان اچ 2 به اضافه یک هستن، در واقع آلکانی هم سی ان اچ 2 به اضافه 2 هستن که یه دونه هیدروژن ازشون کنده شده و حتما وصلن به یه چیز دیگه، چون کربن باید چهار تایی باشه. خب بریم سراغ نامگذاری استرها. نامگذاری استرها این شکلیه، این تیکه‌ای که به او وصله رو بر وزن آلکیل نامگذاری میکنید و این تیکه بعدی رو بر وزن آلکانوات. همین، خیلی با کلاس و شیک و مجلسی. پس دوباره این در رفت. پس آلکیل آلکانوات استرها، بگو آلکیل آلکانوات. اونا چی بودن؟ آلکانویک اسید. خب بریم الان نامگذاری کنیم. این پایین رو نگاه کنید، تیکه ای که به او وصله دوتا کربن داره، اتان، میاریش تو این وز اتیل، و این وز سه تا کربن داره، پروپانوات، اتیل پروپانوات، این ور متیل اتانوات. فقط حواست به یه نکته باشه، به جای متیل اتانوات بعضی از طراحا میگن چی؟ متیل استات. چرا؟ چون اتانویک اسید استیک اسیده. اوکی؟ پس اتانویک اسید استیک اسیده، پس اتانوات میتونه همون استات باشه. فرمات از کجا میاد؟ از فرمیک اسید میاد. این ورشو معمولا میتونیم جور دیگه هم نامگذاری کنیم. پس نامگذاری استرها هم یه دوره کردیم با هم، فرمولشون هم بهتون گفتم دیگه، هر چی بهتون بگن شما رسم میکنید. مثلا میگه اتیل هپتانوات رو بکش، خب میگه اتیل هپتانوات استایل اسمش نشون میده استره، درسته؟ حالا اتیل هپتانوات میگه استره، یه دونه کورو میکشی اول، میگه یه دونه از اینا داره، این تیکه که به او وصله دوتا کربن، این ور هفتا کربن، چون اتیل اتان دو و این ور یک دو سه چهار پنج شش و هفت، پیچیدم که نرم بیرون دیگه. بچه ها یادتون باشه این یکی کربن رو میشموره، یعنی یک دو سه چهار پنج شش و هفت کربن. اتیل هپتانوات فرمولشو خواستی چیکار میکنی؟ منو گوش کن. اتیل هپتانوات دوتا کربن این ور داره، هفتا این ور، نه تا، جای ان اینجا 9 میذاری و فرمولشو به دست میاری. ضمن اینکه میتونی بری اینجا کربونا رو همه رو با هیدروژن چهار تایی کنی و فرمولشو به دست بیاری. ولی خب چه کاریه دیگه، اینجا خوشگل میشه به دستشو باورد. خب گفتیم چی، چرا اینا رو ما گفتیم هستن؟ یه دقیقه بریم بالا با هم پرواز کنیم، از بالا به ماجرا نگاه کنیم. من به شما گفتم که چربی ها اسیدهای چرب یا استرهای بلند زنجیرن. خب دانش آموز باید بدونه اسید و استر چیه تا بهش بگم چربش چیه. یه دوری با هم زدیم، یه دوره‌ای کردیم، این مدل فضا پرکنی که کتابتون برای اسید چرب آورده، یادتون باشه این سرسر قطبیشه و این ور زنجیره هیدروکربنیه که ناقطبیه. استرهای بلند زنجیر رو ببینید، این سرسر قطبیه و اینجا سرهای ناقطبیه. این الگورم کتابتون آورده، اینی که تک شاخه است بچه‌ها اسید است، ستایه استر، دایره ها سر قطبی و این اینجوری ها سر ناقطبیه. چرب یا استر سنگین، چربه یعنی کربن بالا، سنگین هم که مشخص دیگه، یعنی تعداد کربن بالا. خب حالا ببین مشکل ما الان چیه، بریم راجع به صابونا دیگه حرف بزنیم کم کم. الان بحث ما به اینجا رسید که چربی ها تو آب حل نمیشن. چرا؟ یه دقیقه نگاه کن، چه در اسیدهای چرب و چه در استرهای سنگین سر ناقطبی و قطبی غلبه میکنه، پس اینها در آب حل نمیشن. تکلیف چیه؟ رفتیم یه ناهار خوشگل مامان بابا درست کرده خوردیم، مثلا یه ماکارونی چرب، این بشقاب تهش نارنجی، با دو تن آب هم پاک نمیشه، چیکار کنیم؟ بعضی از نابغه ها میگن بریم با حلال ناقطبی بشوریم، چون چربی در حلال ناقطبی حل میشه. میگم اوکی بریم تینر بخریم، ها هگزان، با هگزان بشوریمش. حالا دوست من، عزیز من، قشنگ من، با هگزان شستی، حالا هگزان رو با چی میخوای بشوری؟ تو آب حل نمیشه، بعد بشقاب تو، ظرف تو هگزانی میشه، چی کار کنیم؟ راه حلی که شیمی و خدمتی که بشریت کرد، شیمی اومد چیکار کرد؟ شوینده ها رو درست کرد. در واقع شوینده ها میتونن چربی ها رو به راحتی در خودشون حل کنن و بعد در آب حل شن و برن و این محشره. بریم ببینیم شوینده ها چجوری کار میکنن. بریم راجع به صابون ها صحبت کنیم. به طور خلاصه صابون سه تا کلمه است که هر کدوم از این کلمات یک معنی پشتشه. اگه بخوام صابون رو تعریف کنم، میتونم تو سه تا کلمه خلاصش کنم: نمک، اسید، چرب. همینه. یعنی هیچ چیز دیگه نیست. دوباره این در رفت. حالا اسید چرب که میدونی چیه؟ ببخشید، اسید چرب یک زنجیره کربنی بلند داره و اینجا یک کوه داره.
آرش بلنده. اگر اچ رو بردارم، اچ اسیدی رو گفتم اچ متصل به او اسیدیه و جاش یک فلز منشونم، یک نمک اسید چرب دارم، این شد صابون. پس کافیه یک اسید چرب رو برداریم جاش یک فلز جایگزین کنیم، جای هیدروژن اسیدیش که اچ متصل به اوه، میشه یک نمک، یک شوینده، میشه صابون. قدیما چجوری این کارو میکردن؟ در واقع میومدن چربی های گیاهی و جانوری رو بهشون انعامهاش میزدن و بعد انعام میرفت جای اون هیدروژن مینشست و تبدیل میشد به یک صابون. خب فرمول صابون ها چیه؟ راکون میدونین چیه؟ کارتونی هم بود زمان ما، نمیدونم شما هم دیدید یا نه، راکوناس. چیه؟ راکونا. پس اسید کوه، استر کور بلایند، و صابون جامدمون چیه؟ راکوناست. بریم یه خورده راجع به ساختارش صحبت کنیم، ببینیم چجوری میشه که صابون در واقع به عنوان یک شوینده عمل میکنه برای ما. ببینید بچه ها، یک زنجیره کربنی داره صابون. حواست باشه، بعضی از دوستان و همکاران ما میگن 14 تا 18 کربن داشته باشه، در کتابهای نظام جدید 18 کربن داره. صابون چند تا کربن داره؟ 18 تا. دیگه اون قصه 14 تا 18 رو جمعش کنیم. خب این زنجیره هیدروکربنی سر ناقطب میشه. ناقطبی تو آب حل میشه؟ نه، تو چربی حل میشه، میگیم آب گریزه. پس چربی اینجا حل میشه، اوکی؟ چربی اینجا حل میشه. بعد که اینجا چربی رو حل کرد، دورش رو گرفت، این ور سر قطبیه، این تو آب حل میشه و میکنه و میبره. آقا اون سدیم چیه؟ ببین منو، هر نمکی وارد آب میشه، اغلب بعضیشون حل نمیشن، تفکیک میشه، باز میشه، مثلا NaCl میشه، Na مثبت، Cl منفی. اینم مثل هر نمکی وقتی وارد آب میشه، این تیکه کامل، یعنی از اینجا تا اینجا، بهش میگن جزء آنیونی، بارش منفیه، جدا میشه. Na مثبت هم میره دنبال بازیش، Na مثبت هم میره دنبال بازیش، با ما کاری نداره. حالا اون جزء آنیونی به عنوان پاک کننده ما عمل میکنه، که گفتم بخش ناقطبی و چربی دوستش چربی رو حل میکنه و بخش آب دوستش تو آب حل میشه و در واقع باعث میشه که آلاینده ما پاک شه. محشره صابون پس ماده‌ای که هم تو چربی حل میشه هم توی آب. بریم نگاه کنیم این شکل بسیار مهمیه، نگاهش کنیم بچه‌ها. این دومای اینجوری اینجوری اینا سرای ناقطبیان، اومد روغنه رو یقش رو گرفت حلش کرد، بعد آبو گرفتیم روش، اینو کند ورداش برد و فوق‌العاده است و فوق‌العاده است و ما مدیون پاک کننده ها هستیم. قبل از دنیای پاک کننده ها هزاران انسان جونشون رو از دست میدادن به خاطر میکروب ها و باکتری های بسیار ساده که امروز شما در واقع بدون اینکه بدونید این صابون دارین خدمت رو به شما انجام میده و جان شما رو نجات میده. برید راجع به تقریبا یه چند صد سال پیش بخونید، ببینید چقدر مرگ و میر به خاطر نبود این شوینده ها در جهان شیوع داشت. اما چه چیزهایی روی پاک کنندگی صابون ها اثر میذاره؟ آها من یه سری چیزهای دیگه هم بهتون بگم، حالا تستا میخواستم بگم، وقت دارم برم همینجا بهتون بگم. اینجا رو ببینین، راجب فرمول صابون های خورده با هم صحبت کنیم. راجب فرمول صابون ها، اولا راکونا بود دیگه، نه راکونا، من میتونم به جای این آره بنویسم CnH2n به اضافه یک بعد کنا، یه دونه اینو یاد میگیری. چرا؟ بعضی وقتا طراحا میگن تعداد کربن زنجیره آلکیل میذارین تو، میگه 15 تاست، یه 15 میذاری جای N میشه سی 15 هاش دو برابر به اضافه یک سی و یک سی او او ان آ. قشنگ فرمول صابونت به دست میاد، راحت هم حلش میکنی. اما یه فرمول دیگه هم میشه برای صابون ها بیان کرد. ببین مگه تو اسیدها رو ندونی، نمیدونی فرمولش CnH2n او دوه؟ این هم خیلی به دردتون میخوره بچه، یه ضرب میتونی به دست بیاری. خب مگه نگفتم نمک اسید چربه، یعنی یه اچ ازش حذف کنه، اچ اسیدی رو جاش فلز بذار، همینو بیار تو این فرمول. یعنی بیا یه دونه اچ ازش وردار، میشه CnH2n منهای یک او دو ان آ، و این شد چی؟ و این شد چی؟ شد فرمول صابون. کی از این استفاده میکنی؟ زمانی که تعداد کربن‌های کل رو بهت میگه. کی از این استفاده میکنی؟ زمانی که تعداد کربن‌های زنجیره آلکیل رو بهت میگه. یه چیز دیگه هم یادم رفت بگم، این جزء کاتیونی بود، Na مثبت. جزء کاتیونی تعیین کننده در واقع حالت فیزیکی صابون هاست.
اگر سدیم بود صابون جامده و اگر پتاسیم یا NH4 مثبت آمونیوم بود صابون صابون مایع است. پس جزء کاتیونی تعیین کننده حالت فیزیکی صابون ها سدیم جامد، NH4 مثبت و کای مثبت مایع. خب فکر کنم همه رو گفتم، بریم سراغ سلاید بعدیمون. آها، عوامل موثر و پاک کنندگی صابون ها رو بگم. خب مقدار صابون که تابلوه دیگه، هرچی شوینده بیشتری بزنیم پاک کنندگیمون بیشتره. اما راجع به دمای آب حرف بزنیم، هرچی دمای آب بالا بره قدرت پاک کنندگی اینا میره بالا به دو دلیل: یک، جنب و جوش و ذرات میره بالا، سریعتر میاد دور اون چربی رو میگیره و حل میشه میره. اما یه دلیل دیگه وجود داره. ببین، زمانی که یه سری از کارهایی که ما انجام میدیم بیس علمی داره ها، ولی تجربی به این نتیجه رسیدیم نمیدونیم اصلا چیکار داریم میکنیم. قابلمه چربا رو مامانه چیکار میکنه، بابای چیکار میکنه، چون بابا هم ظرف میشورن دیگه، نه میاد توش آب جوش میریزه. چرا؟ و پاک میشه، تا حدود زیادی پاک میشه. قصه این نیست که در هنگامی که آب جوش میریزی چربی تو آب حل شه. نه عزیزم، حل نمیشه، چون ناقطبیه، چربی سر ناقطبیش غلبه میکنه. پس چی میشه؟ زمانی که تو آب با حرارت بالا رو روی چربی ها میریزی، چربی ها ذوب میشن و حذف میشن. درست شد؟ پس دمای بالا یکی جنب و جوش ذرات رو میبره بالا، و نکته بعدی اینه که چربی ها رو بعضیشون رو ذوب میکنه و پاک میکنه و میره. وجود آنزیم در صابون معلومه که باعث افزایش قدرت پاک کنندگی میشه. قربونش برم، پره تو بازار ایران، نه شوینده 5 آنزیم، 10 آنزیم، 16 آنزیم. مثلا لیپاز میزنیم، چربی ها رو چیکار میکنه؟ تجزیه میکنه. بچه های تجربی بهتر در جریان هستن. اما نوع پارچه، ببین همه این حرفا خیلیاش از اینجا اومد بیرون دیگه. مثلا اینجا رو نگاه کنید، الان دو تا آزمایش، مثلا این آزمایش دمای 30 درجه نخی، اینجا نخی و آنزیمدار و 30 درجه، میبینیم که لکه ها کمتر موندن، پس آنزیم باعث افزایش قدرت پاک کنندگی میشه. یا این دوتا رو نگاه کنید، یعنی دوتا آزمایش رو بخوایم مقایسه کنیم، هر دو پارچه نخی هم، دمای این بیشتره، پس لکه کمتری مونده. نتیجه میگیریم که افزایش دما باعث افزایش قدرت پاک کنندگی میشه. اما اینجا رو نگاه کنید، اگر من بیام این آزمایش رو با این آزمایش بررسی کنم، میبینین آنزیمدار پلی‌استر، صابون آنزیمدار نخی و بله این دوتا رو با هم مقایسه کنم، ببخشید دوتای آخر رو. ببین هر دو نخی هم، هر دو دماشون یکیه، چل چل، یکی نخیه و یکی پلی‌استری، هر دو هم آنزیم دارن، یعنی تفاوتشون تو جنس پارچه است. و همونطور که میبینید نخی ها کاملا پاک شدن ولی پلی‌استرها پاک نشدن. جنس پارچه هم در پاک کنندگی اثر داره. حالا چجوری؟ وقتی پلی‌استریه، پلی‌استرها سرهای ناقطبی بیشتری دارن، چسبندگی آلودگی ها رو اونها بیشتره، پس جدا کردنشون سخت تره. درست شد؟ یعنی بیشتر میچسبن، ولی رو پارچه های نخی کمتر میچسبن. البته لباس هایی که ما میپوشیم ترکیبی از نخ و پلی‌استرها هستن، چون اگر نخی تنها باشن بسیار راحت پاره میشن و استحکام ندارن و چروکن و این داستان ها، و اگر پلی‌استر باشن از گرما هلاک میشیم، آلودگی روشون بیشتر میچسبه و خیلی بهداشتی نیست. اما راجع به فاکتور آخر بیشتر صحبت کنیم، میزان سختی آب که قضیه چیه، چجوری روی قدرت پاک کنندگی اثر میذاره. آب سخت چیه؟ آب سفته؟ نه، آب سخت آبیه که تعریف علمیش اینه صابون خوب توش کف نمیکنه. چیه؟ صابون خوب توش کف نمیکنه. حالا چرا صابون خوب توش کف نمیکنه؟ ببین میزان یون کلسیم منیزیم در آب سخت بالاست. خب بالاست که بالاست، چرا صابون خوب توش کف نمیکنه؟ صابون جامد رو بیا مثال بزنیم ها، چی داشت؟ یه دونه جزء آنیونی داشت، کربوکسیلات، COO منفی و NI مثبت. میرفت تو آب چی میشد؟ NI مثبت جدا میشد میرفت، و اون جزء آنیونی برای من کار میکرد، چربی رو حل میکرد سر ناقطبیش، اونورم سر قطبیش تو آب حل میشد میرفت. اوکی، حالا زمانی که NI مثبت میره، این Cl2 مثبت و Mg2 مثبت میچسبن به جای NA در صابون و تشکیل یک رسوب میدن. نگاه کن رسوب میدن، انگار که تعداد زیادی از جزهای آنیونی منو که قراره مسئولیت پاک کنندگی رو داشته باشن چیکار کرد؟ از دور خارج کرد، تبدیلشون کرد به رسوب. به خاطر همین صابون خوب کف
نمیکنه. درست شد؟ حالا یه آزمایش هم کتابتون گفته دیگه، MgCl2 محلول، CaCl2 محلول درست میکنیم، صابون میزنیم، راکونا میزنیم بهش و میبینید که میره رسوب میده. میبینین یک رسوب سفید رنگه. این شرایط تو خونه ها میبینید، وقتی پودر زیاد میزنید تو ماشین لباسشویی یه سری رگه های سفید مخصوصا لباس های مشکی دیده میشه که حاصل اینه که تعداد زیادی صابون بوده و چون غلظتش رفته بالا با میزان کم کلسیم و منیزیم که تو آب هست، تو آب شهری رسوب داده. خب در شرایط یکسان مقدار کف تولید شده در مخلوط صابون و محلول منیزیم کلرید کمی بیشتر از مخلوط صابون و محلول کلسیم کلرید، اینو بلد باشید. پس کف تولید شده در مخلوط صابون و منیزیم کلرید یک کوچولو بیشتر از صابون و محلول کلسیم کلریده. خب بریم بعدی. الان مشکل ما با آب سخت چی شد؟ حل نشده هنوز. نه، صابون تو آب سخت خوب کف نمیکنه چون اون یونا بالاست رسوب میده و این داستانا. برای رفع مشکل باید چی کار کنیم؟ برای رفع مشکل آب سخت ما دو تا راه داریم که الان یکی یکی با هم بررسی میکنیم. من قبلش اینم یه جمع‌بندی کنم این اسلایدمو. کف تولید شده در آب، کف تولید شده در محلول منیزیم کلرید و کف تولید شده در محلول کلسیم کلرید. در واقع منیزیم کلرید بیشتر رسوب ایجاد میکنه، از همون نتیجه گرفتیم دیگه. بچه آب دریا هم که دیگه تابلوه دیگه. نه، آب دریا شوره، میزان یونها در اون بسیار بالاست، بسیار نه بالاست و باعث میشه که صابون در اون خوب کف نکنه. اما بریم راجع به حل مشکل آب‌های سخت صحبت کنیم. به دو دلیل پاک کننده های غیر صابونی اومدن تو دنیای ما. دلیل اول، ما چربی حیوانی و گیاهی رو برمی‌داشتیم، صابون درست می‌کردیم. هرچی که در واقع وضع مردم جهان بهتر شد و تقاضا برای شوینده ها بیشتر شد، خب تا کی بریم مثلا گوسفند رو بکشیم، دنبش رو برداریم، صابون درست کنیم؟ نمی‌شد، جوابگو نبود. رفتیم سراغ مواد پتروشیمی و با اونها در واقع صابون درست کردیم. نکته بعدی، این پاک کننده های غیر صابونی اون مشکل کف کردن در آبهای سخت رو هم برطرف کرد تا حدودی. یعنی در آبهای سخت هم اینا خوب کف میکنن به نسبت پاک کننده های صابونی. و نکته بعدیمون اینه که همین دیگه، همین دوتا. بریم حالا راجع به ساختارش صحبت کنیم. بچه ها تا در پاک کننده از حلقه بنزن دیدی سریع بگو پاک کننده چیه؟ غیر صابونیه. اینجا هم مثل اونور این تیکه رو که کربن و هیدروژن میگیم سر ناقطبی و این تیکه SO3 منفی رو میگیم سر قطبی. قطبی آب دوسته و اونور آب گریزه، چربی تو اونور حل میشه و سر قطبی هم در آب حل میشه. Na مثبت رو بهش میگیم جزء کاتیونی، جدا میشه میره. اگر سدیم بود جامد و اگر کای مثبت و NH4 مثبت بود مایع. ایشون یک پاک کننده غیر صابونی هن. دوباره میگم چند تا کربن داره مثل همونور، جمع کل کربن ها باید بشه 18 تا. حواستو جمع کن، اینجا 12 تا کربن داری و اینجا 6 کربن. اما فرمول اینا چیه؟ فرمولشون ببین، این تیکه آره درسته، پس من یه آر دارم به یه حلقه بنزن وصله. شما میدونید فرمول حلقه بنزن C6H6 نه؟ اما اینجا دو تا هیدروژن ازش جدا شده و SO3 و اون آره نشسته جاش. پس به جای C6H6 مینویسم C6H4. یه دونه گروه SO3 منفی داره، اسمشو یاد بگیر، سولفونات و Na مثبت، در صورتی که صابونت پاک کننده غیر صابونی جامد باشه. پس این یک پاک کننده صابونیه، ببخشید غیر صابونیه و نکاتشو همه رو گفتیم. خب ویژگی میتونیم اینا رو با هم مقایسه کنیم دیگه بچه‌ها. مثلا پاک کننده صابونی و غیر صابونی هر دو دارای سر قطبی و ناقطبی هن، هر دو چربی و تو چربی و آب حل میشن، اما تفاوت‌هاش اینجا حلقه بنزن داریم، اونجا حلقه بنزن نداریم. ممکنه بعضی از طراحا بگن کدومش آروماتیکه، این آروماتیکه، حلقه بنزن داره. خیلی هم درست نیست البته، ولی میگن. و به جای گروه کربوکسیلات در پاک کننده های صابونی که اینه بچه ها، این تیکه، ما گروه سولفونات رو داریم، SO3 منفی رو داریم. درست شد؟ و دیگه همین فرمولش هم که گفتم چجوری به دست بیارید. آر که آلکیله، آها، تعداد کربن های آر رو اگر خواستید مثل همه آلکیل های دنیا CnH2n به اضافه 1 و تعداد کربن ها باید 18 تا باشه. اگر ازتون عدد خواستن
آر باید 12 تا باشه، چرا که 6 تا هم در حلقه بنزن داریم. چه کردم، یه نقاشی کلا پست مدرن شد اینجا دیگه. نه خب بریم بعدی. خواص و ویژگی برخی از صابون ها. یه صابون داریم، صابون مراقه. کتابتون که تو مثال خوب زدی دیگه، نه یکی راجبمون گیاه اشلونه که حرف زده که تو جنوب ایران، درود بر اهوازیای عزیز اشلونک زی اخی، یه مدتی اهواز تدریس می‌کردن من، هر جا هستید خوش باشید کنار کارون عزیز، که ریشه گیاه بود برگردیم از تو آیامیدانی ده ها که خوب کف میکنه. راجب صابون مراقه حرف زده که میگه چربی حیوانی رو ور میدارن و چکار میکنن، میجوشونن بهش اناهاش میزنن و صابون مراقه درست میشه. خیلی هم تو مراقه تولیدش بالاست. کجا استفاده میشه؟ میکشن به نونه سنگک، نه به سنگای سنگکی ها که روش نچسبه. بعد به بعضی از صابون ها گوگرد اضافه میکنن، گوگرد ضد قارچ و باکتری و این داستان هاست. اونایی که سر این میرن اون گامیشگولی معروف، بویی که میده به خاطر گوگرد، برای ضد عفونی کردن و میکروب کشی و قارچ های پوستی خیلی خوبه، برید کیف کنید. همین. و آها، نمک های فسفات هم بچه ها اضافه میکنن به صابون ها، برای اینکه در آب های سخت هم بتونه به خوبی کف کنه. خب من 10 تا اسلاید دیگه دارم، زمانم کمه. همه افزودنی ها رو گفتم، کلور رو نگفتم. کلور هم به صابون میزنن. شیمی دهم فصل سه یادتونه، ما میومدیم چیکار میکردیم بچه ها؟ آب رو تصفیه میکردیم به هر شکلی، این میکروبای لعنتی اون تو میموندن، نه بهش کلور میزدیم. کلن کلور اینجا هم همون کار انجام میده و میکروب کشی میکنه، درست شد؟ خب افزودنی های صابون همه رو گفتم، صابون مراقه هم گفتم. صابون مراقه کتابتون گفته ماده شیمیایی نداره و مناسبه برای کسایی که حالا حساسیت های خاصی دارن. صابون ها فوق العاده ان، اما باید مثل همه چیز در جهان تعادل استفادهمون رو در اونها در واقع رعایت کنیم و خیلی هم استفاده نکنیم، گند بزنیم به محیط زیست. اما راجع به پاک کننده های خورنده حرف بزنیم که اینا چیه. ببینین بعضی از آلاینده های ما با شوینده های معمولی نمیرن. ها همیشه میگم دیگه، که از جای کثیف خونه های ما اون سینک لوله زیر سینک ظرفشوییه، چربیا میچسبن اونجا، تلمبار میشن، لوله میگیره. چجوری درستش میکنی؟ میری در مغازه میگی داداش یه دونه لوله واسکن بده، میریزی اونجا وا میکنه میره. عالیه ها، این نبود بیچاره میشدیم. خب حالا چجوری این کارو انجام میده؟ دمشی میگم چجوری این کارو انجام میده بچه ها؟ پاک کننده های خورنده مهمترین رکن در واقع اساسیشون نسبت به پاک کننده های دیگه که صابونی و غیر صابونی هن، اینه که میره با اون آلاینده تو واکنش میده، تبدیلش میکنه به چیز دیگه. ولی توی قصه پاک کننده های صابونی و غیر صابونی که تا اینجا خوندیم، با ایجاد برهم کنش میره اونو پاک میکنه، میره سر ناقطبی دور چربیه میچسبه، میکنتش سر قطبی تو آب میکنه میبره، واکنش نمیده باهاش، تبدیلش کنه به چیز دیگه، اینجوری نیست. اما پاک کننده های خورنده این کار انجام میدن، میرن با اون ماده واکنش میدن. مثلا ببین کتری تو، لوله پکیج، نمیدونم رادیات، یه سری رسوب توش میشینه، چجوری نارابه میبری؟ هی کف بزن، نمیره. میای بهش چی میزنی؟ HCL میزنی، جوهر نمک، یکی از اون پاک کننده های چیه؟ خورنده است. HCL HCL چجوری از بینش میبره؟ بنویسم واکنش رو بلد باش بچه ها. اون رسوباتی که میبینید یه سری رسوبات این شکلی، سیاسی و سه کلسیوم کربنات، کتری، پکیج، رادیات، همه اینا. بعد یه نفر میاریم میگیم دوست عزیز، میاد اسید شویش کنی، جوهر نمک میریزه، از یه طرف جوهر نمک میریزه، از اون طرف قل 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 یه محلولی میاد بیرون و گاز. حالا چیا میاد بیرون؟ ببین اونور میشه H2O، اونور میشه CO2 گازی و اونور میشه CaCl2 محلول. به اضافه چی؟ این بالا می نویسم CaCl2 محلول. دقت کن ببین چی شد. یه ماده جامد که رسوب کرده بود و تبدیل کرد به آب که خب روانه میره، و یه ماده محلول دیگه که اینم میره، حلش کرد و گاز و گاز و گاز. این گازه چیکار میکنه؟ این ور رادیات اسید ریخته، اون ور گاز میاد بیرون و آب. این گاز میزنه تخریب مکانیکی میکنه و رسوبا رو از بین میبره. پاک کننده های خورنده چیان؟ جوهر نمک، بهت گفتم کجا استفاده میشه، سود، سدیم هیدروکسید یا سود سوزاور، و سفید کننده ها همون وایتکس و این داستانا که حالا فرمولش تو کتابتون نیست، ما اینجا آوردیم، کتاب آبی بود منم گذاشتم براتون، سدیم هیپوکلوریت NaCl O.
اینجا رو نگاه کنین، اون پاک کننده خورنده دیگه کتابتون مثال زده، پودره. چیه پودره؟ به شکل پودر عرضه میشه، پودر آلومینیوم و سدیم هیدروکسیده که وقتی میریزیمش تو آب گاز هیدروژن آزاد میکنه، فراورده های دیگر و پلاس گرما. گاز هیدروژن تخریب مکانیکی ایجاد میکنه، رسوبها رو از بین میبره. حالا چیز دیگه بهت بگم، ببین اون تو چربی داری، نه چربی، اسید چرب بود یه مدلش دیگه، جامد چسبیده، میای بهش انوهاش میزنی، انوهاش تو آب محلول میشه، حل میشه، میره تبدیل میکنه اینو به آرکونا. آشنانی به اضافه چی بچه ها؟ به اضافه هاشتو. آشنانی آرکونا؟ چرا؟ آرکونا یه ماده محلوله، یعنی علاوه بر این که اون جامد رو تبدیل کرد به چیز محلول، علاوه بر اون خود آرکونا یه پاک کننده است، باعث حل شدن بقیه مواردم میشه، یعنی یه جورایی صابون طور تولید شد. صابون تولید انتظار صابون نداشته باشون تو، ولی یه جور شوینده است و ضمن اینکه گاز هیدروژن آزاد میشه، میزنه تخریب مکانیکی میکنه، این آلاینده ها خلل و فرج دارن مثل سنگ پا، این میره اون تو گاز تولید میشه، گازه میخواد بیاد بیرون، میزنه میترکونتش و اینجوری در واقع پاک کننده خورنده ما لوله رو باز میکنه. دمشیمی گرم. دیگه همه رو گفتم بچه ها. ضمن این که افزایش دما گفتم باعث ذوب شدن چربی ها و آلودگی ها هم میشه. خب راجع به مخلوط ها یک کوچولو حرف بزنیم، خیلی وقتم کمه. مخلوط ها نقش مهمی تو زندگی ما دارن. سه دسته مخلوط داریم. سوسپانسیون، من اینو عمدن اینجا میذارم، اون وسط کتاب یهو وسط رسید وسط شوینده هاست، من آخر این بحث میگم. سوسپانسیون ها مخلوط ببخشید کلوئید ها و در واقع محلول ها رو کتابتون مثال زده. برای اینکه اشتباه نکنید من همیشه بچه‌ها یه چیزی میگم، میگم ببین هر موقع بهت گفتن سوسپانسیون بگو خاک شیر، هر موقع بهت گفتن کلوئید بگو شیر، هر موقع بهت گفتن محلول بگو آب نمک. حالا سوسپانسیون ها خاک شیر در حال حرکت ها، نه تهنشین شده، نورو پخش میکنن یا نه؟ آره ببین منو، کلوئید ها نور رو پخش میکنن، سوسپانسیون ها هم نور رو پخش میکنن. چرا؟ ذراتشون درشته، بهش میگن تیندال افکت، اثر تیندال، اسمشو نمیخواد بدونی یا نترس. پس سوسپانسیون ها و کلوئید ها نور رو چکار میکنن؟ پخش میکنن. اما ذرات محلول انقدر درشت نیست که بتونه نور رو پخش کنه و نور رو پخش نمیکنه. همگن بودن، سوسپانسیون ها ناهمگنن، کلوئید ها ناهمگنن و محلول ها همگن. آی حواست باشه، بالای همین جدول تو کتاب نوشته کلوئید ها به ظاهر همگنن. حواست باشه این ظاهره میتونه نصف بچه ها رو تو صحیح غلط از کار بندازه، از رقابت خارج کنه. پایداری این مخلوط ها یعنی چی؟ بچه های گلم، عزیزای من، رفقای من، گوش کنین. پایداری یعنی تهنشین نشدن. یعنی چی؟ سوسپانسیون گفتم بگو خاک شیر، تهنشین میشه یا نه؟ آره، پس پایدار نیست. تموم شد. دیدیم که عاشق اینیم که اون تهش رو حتما بخوریم، اون 4 تا دونه رو نخوریم انگار چه اتفاق ناگواری میفته. کلوئید پایدار یا نه؟ شیر تهنشین میشه؟ نه، پس پایداره. تمام. محلول ها آب نمک تهنشین میشه؟ نه، پس پایداره. تمام. ذره های سازنده شون سوسپانسیون ها ریز ماده، کتابتون گفته توده های مولکولی کلوئید ها، توده های مولکولی باردارن، راست میگه. و محلول ها در واقع متشکل از مولکول ها و یون ها هستن. مثال های کتابتون هم یادتون باشه، مثلا سس مایونز رنگ ها به عنوان کلوئید ها نام برده شده، کات کبود COSO4-5AB، پنجابه حتی کتاب امسال دقیقا COSO4 گفته در واقع محلوله و سوسپانسیون ها رو شربت معده رو نام برده. خب پچه ها، کلوئید ها یه سری ویژگی های سوسپانسیون ها دارن، یه سری ویژگی های محلول ها، میگیم پلی ان بین سوسپانسیون ها و کلوئید ها. بریم یه چند تا تست بزنیم، یه خورده من از حاجی عزیزمون وقت اضافه میخرم و سریع تستا رو حل کنیم. نوع برهم کنش بین مولکول های بنزین و هگزان با نوع برهم کنش میان مولکول های کدام دو ترکیب مشابه است؟ اینجا بچه‌ها این بنزن و هگزانه، اینو من درستش کنم اول، لو رفت دیگه، جواب گزینه 4. حالا چرا؟ بنزین و هگزان هر دو ناقطبیان، من باید دنبال دو تا ترکیب بگردم که هر دو ناقطبی باشن. خارج از کشور 97 آب قطبی، حذفش میکنم. دیتیل اتر هم حذف میشه، قطبی، استون و آب، آب قطبی حذف میشه، فقط بنزن و هگزان میمونه. عزیز دلم بهت گفتم هر ترکیبی که فقط کربن و هیدروژن داشته باشه چیه؟ ناقطبیه. تست بعدی رو ببینید، 98. به به، میگه که به 200 میلی لیتر آب سخت با چگالی 1 گرم بر میلی لیتر که دارای ایون های Si2 مثبت با غلظت 2000 ppm
اینقدر گرم از صابون با جرم مولی اینقدر میزنیم، با فرض کامل بودن واکنش صابون با یون کلسیم چند درصد از آن به صورت رسوب در آمده است. معادله هم موازنه نشده. موازنش خیلی ساده است. دو تا RCO داریم، یه دو میذاریم اینجا، NA شد دو تا، یه دو هم اینجا تمام، CL هم دو تا، دو تا حل همه چی. حالا بچه‌ها 200 میلی لیتر آب سخت داریم که چگالیش 1 گرم بر میلی لیتره. پس به جای اون 200 میلی لیتر میتونم بگم 200 گرم. غلظت اینو داده 2000 پی پی ام. پی پی ام چی بود؟ اگه یادتون باشه جرم حل شونده به جرم محلول ضرب در 10 به توان 6. خب پی پی امش رو دارم، جرم محلولم دارم، نگو حجمه بچه‌ها. 200 میلی لیتر آب پس 200 گرمه. بالا چی رو به تو میده؟ بالا جرم حل شونده رو میده، جرم سی آی دو مثبت رو بهت میده، یه ضرب در 10 به توان 6 هم داره. اینو حساب کنید میشه 0.4. حالا ما 0.4 گرم چی داریم؟ کلسیم داریم. اگر اینو تقسیم بر جرم مولیش کنم که 40 درسته، میشه 0.01 مول ما کلسیم داریم. بچه‌ها 0.01 مول کلسیم چقدر رسوب ایجاد میکنه؟ هر یه دونه کلسیم 1 مول رسوب. پس 0.01 هم 0.01 مول رسوب ایجاد میکنه. حالا وایسا، من چند مول صابون داشتم؟ خب برو حساب کن، 4.72 گرم صابون داشتی که اگر تقسیم بر جرم مولیش کنیم که خودش گفته 236 میشه مولش، من یه 2 دارم اینجا میبینم، تو هم میبینی؟ یه 0.02 میشه. خب حالا گوش کن، پس من 0.02 مول صابون داشتم، میخوام ببینم چند درصدش رسوب کرده. عزیزم هر یه دونه مول رسوب چند تا صابون رو از کار میندازه؟ 2 تا، چون ضریبش 2ه. پس 0.01 هم 0.02 میگیره. یعنی هر چی صابون داشتی 100% رو چیکار کرده؟ حذف کرده، سراسری 98 رو زدی. یه بار دیگه اینو ببین، درست شد؟ یه بار دیگه حل این فیلمو ببین. رفتم مول گرم سی آر رو به دست آوردم، از روی پی پی ام به مول تبدیلش کردم، 0.01 مول، از مول اون به مول رسوب رسیدم، گفتم حالا اینقدر رسوب چقدر؟ حل شد. فرمول مولکولی یک پاک کننده غیر صابونی که زنجیر آلکیل سیر شده آن 14 اتم کربن دارد کدام است؟ گوش کن ببین چی میگم. پاک کننده غیر صابونی گفته، حواست باشه آر چی بود بچه ها؟ آر یه حلقه بنزن، C6H4، دو تا اچ رو برداشتم و SO3 منفی درسته و NA. قبوله؟ اولا اینی که SO4 داره خط. تمام. حالا من بهت نگفتم اینو گفته چند تا؟ 14 تا، 6 تا اینجا داره، 20 تا. اینم تمام گزینه 4، 92. به همین راحتی. آیا ترکیب زیرا به عنوان شوینده جهت تولید صنعتی پیشنهاد میکنید؟ دلیل 98. تستا گفتم، تستای 98 و کنکورو که از کتاب آبی انتخاب شده و 98 و آزمون های کانون. اینو نگاه کن، دانش آموز من باشین و اشتباه بزنی باید با سر بری تو شیشه. سر ناقطبی یه کربن، این شوینده است، چربی رو چجوری حلال کنه؟ پس خیر. حالا چرا خیر؟ زیرا بخش ناقطبی آن جاذبه کمتری با لکه چربی داره. به همین راحتی تستو زدیم، درست شد؟ خب بریم بعدی. برای افزایش قدرت پاک کنندگی شوینده ها افزودن کدام ماده بهتر است؟ سراسری دوباره 98. میخواد قدرت پاک کنندگی شوینده رو ببری بالا، منیزیم کلورید و کلسیم بزنی، باعث چی میشه؟ افزایش چی میشه؟ سختی آب میشه، خوب کف نمیکنه. پس این دوتا رو زدی، برو تو شیشه. اما سدیم هیدروژن کربنات بچه ها، NaHCO3 معروف به جوش شیرینه، یادتون باشه اضافه کردن جوش شیرین باعث افزایش قدرت پاک کنندگی میشه، چون صابون تو اونا بهتر کف میکنه، در محیط های قلیایی بهتر کف میکنه. خب این یکی رو ببینید، دوباره خارج از کشور 98، چند مورد از مطالب زیر درباره ترکیبی که ساختار مولکول آن نشان داده شده درسته. به یک استر مربوطه، بله، در بنزین حل می شود و در آب نامحلول است، درسته، چون سرای ناقطبیش غلبه میکنه. به یک اسید چرب 3 ظرفیتی مربوط است، حذف. استر بخش ناقطبی هم در بخش قطبی غلبه میکند، کاملا درسته. پس 3 تا درست شد. میبینید با توجه به شکل زیر بچه آخری فکر میکنم تموم شد. حاجی جون وقت اضافی، بابت وقت اضافه ممنون.
با توجه به شکل زیر اگه یکی از ضعف‌های حاوی یک محلول و ضعف دیگر حاوی کلوید باشه کدام عبارت درسته؟ ببینیم بچه‌ها، اینجا که نور پخش شده کلویده و اینجا محلوله. بریم سر جواب. ابعاد ذره‌های سازنده مخلوط موجود در ظرف یک کلوریدها بیشتر از ظرف دو. یادت باشه سایز سوسپانسیون‌ها بزرگتر از کلوریدهاست، اونها بیشتر از محلول‌ها هستند. اینجا با تیندال افکت اثر تیندال پخش کردن نور به تو کد داد که کدوم یکی کلوریده و کدوم یکی محلوله. خسته نباشید، خسته نباشید، شوینده ها رو کامل با هم بستیم. کامنت های پر انرژی یادتون نره، در خدمتتون هستیم با فیلم های دیگه. یادتون نره کنکور با شیمی تموم میشه و من همچنان سعید محسن زاده هستم. یا علی.